استفاده بکنیم از یک همکاری استراتژیکی برای بهبودی اوضاع کشور، از مسائل بحران آب و این قبیل گرفته تا سرمایه گذاری از نظر تکنولوژی در اینجا همینطور، در سفر اروپا همینطور، که چقدر مملکت ما زمانی که نظام ملی و دلسوز خواهد داشت به خاطر منافع مردم ایران کار خواهد کرد، بله، نه به خاطر مصلحت خودش. شما صدای اون آینده هست، شما صدای ملتی هستید که 43 سال اولین قربانی و اولین به صدا زندانیان این نظام. مرسی. ولی خیلی چیزا رو یاد گرفتید این کارش. اهمیت سکولاریسم، اهمیت جدایی دین از حکومت رو داره. درود باشه. که در فردا ایران تمام باورها چه مذهبی چه سیاسی رعایت بشه. یکی از مسائل کلیدی که امیدوارم دولت‌های دموکراتیک جز به قوانینش بیارن مسئله جندر آپارتاید هستش، یعنی در واقع تبعیض جنسی، نه فقط در مورد زنان، من جمله کامیونیتی LGBTQIA. ما باز تمام این تبعیض‌ها رو در یک حکومتی که حکومت قانون ضامن حقوق هر شهروندی خواهد بود، حقوق بشرش و تمام باورهاش، این رو به نتیجه برسیم دوستان. این بله. فرصت رو اکنون داریم، در حالی که الان امروز دارم با شما صحبت میکنم، کم کم داریم میرسیم به مرحله اعتصابات کارگران. این در نتیجه این انقلاب مهسا بود، گرچه بیشتر خواسته های معیشتی است ولی قطعا تصادفی نبوده. خیلی چیزا باز دست به هم بده. اهمیت ارتباطات اینترنتی رو من بارها تاکید کردم. مسئله راهی پیدا کردن برای